سیروس قایقران. از قول من بنویسین که مهمتر از هر چیزی در حال حاضر کمک به این بچه هایی که پدر و مادر خودشون رو توی زلزله از دست دادن و باید زیر چادر کنار خیابون به آنها غذا برسونیم. به کانال موجیشو خوش اومدین. با ما همراه باشین تا با فوتبالیست با غیرتی که به خاطر مردمش بیخیال جام جهانی شد بیشتر آشنا بشین. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. زلزله شدیدی نیمه شب 31 خرداد 1369 که با شدت 7.4 ریشتر و حدود 60 ثانیه گیلان و 5 استان دیگر را تکان داد که در تهران نیز احساس شد. رودبار که مرکز زلزله بود، متاسفانه ده ها هزار نفر از شهروندان و روستانشین های خود را از دست داد و البته در شهرهای اطراف آن هم هزاران نفر در شبی وحشتناک و با حادثه فاجعه بار جان سپردند. حتی تعداد کشته ها در رشت مرکز استان گیلان نیز بیش از 100 نفر بود. اگر جام جهانی فوتبال 1990 و بازی پربیننده برزیل و اسکاتلند برگزار نمی‌شد که خیلی‌ها را تا پس از نیمه شب هم بیدار نگه داشت، چه بسا تعداد جانباخته‌های آن شب تیره به بیش از 100 هزار نفر می‌رسید. شهریور همان سال بازی‌های آسیایی 1990 در پکن برگزار می‌شد. آن زمان تیم‌های بزرگسال در رشته فوتبال شرکت می‌کردند تا علاوه بر کسب مدال طلا به مقام قهرمانی پرطرفدارترین ورزش نیز دست یابند و فوتبال ایران که در سراسر دهه 60 از رسیدن به مقام قهرمانی در قاره کهن بازمانده بود، این بار با مجموعه ای از بازیکن‌های دو نسل می‌خواست تلسپکنی کند. تمرین‌های تیم ایران زیر نظر علی پروین که در اوج اقتدار فوتبال داخلی قرار داشت در تهران ادامه داشت و دو مرد خط میانی آن تیم نیز گیلانی بودند. سیروس قایقران که شاه ماهی فوتبال آسیا به شمار می‌رفت و علی افتخاری که دوندگی و جنگندگیش خیلی از مربی‌ها را مجاب به دعوت و استفاده از او می‌کرد. قرار بود از دوم تیر مرحله جدید تمرین‌ها در تهران آغاز شود و قایقران و افتخاری به دلیل لغو پرواز هواپیما با اتومبیل شخصی از شمال تهران راه افتادند. آنها به سراوان گیلان که رسیدند با ساختمان‌های ویران و انبوه مصدوم‌ها و جاده بسته مواجه شدند و عمق فاجعه را از نزدیک دیدند. افتخاری به رشت برگشت تا از مسیری دیگر عازم تهران شود، اما قایقران گفت که پیاده به رودبار می رود تا شرایط بازمانده های آن زلزله فاجعه بار را مشاهده کند. افتخاری به جمع اردونشین ها پیوست و دلیل نیامدن سیروس را به علی پروین گفت که البته مورد قبول او قرار نگرفت. آن زمان روزنامه تخصصی ورزشی در ایران وجود نداشت و چند هفته نامه علاوه بر دو مجله ورزشی قدیمی خبرهای مربوط به فوتبال را منعکس می کردند. غروب چهارم تیر قایقران با یکی از سردبیرهای نشریه ورزشی تماس گرفت و به او گفته شد که علی پروین این تصمیم تو را نپذیرفته و گفته که ما می‌خواهیم بعد از 10-12 سال قهرمان آسیا شویم و آن وقت هافبکی که خیلی روی او حساب می‌کنیم به اردو نیامده و بهتر است که دیگر نیاید. و سیروس قایقران در جواب گفت قهرمانی در بازی‌های آسیایی پکن پس از کسب عنوان سوم جام ملت‌های آسیا که من کاپیتان تیم ایران بودم خیلی برایم مهم است و به خصوص باید روی چند تیم آسیایی را که الان در مسابقات جام جهانی حضور دارند کم کنیم. ولی از قول من بنویس که مهمتر از هر چیزی در حال حاضر کمک به این بچه‌هایی است که پدر و مادر خود را در زلزله از دست دادند و باید زیر چادر در کنار خیابان به آنها غذا رساند.
سردبیر نشریه گفت: خبر دارم که جوانهای زیادی را جمع کرده ای و آنها را به شهرهای اطراف می فرستی تا برای بچه ها نهار و شام بخرند. سیروس جواب داد: خواهش می کنم این را ننویس، اما دو هفته همینجا خواهم ماند تا گروه کمک رسان به بچه های زلزله جا بیفتد. پس از آن به تهران می روم و در تمرین های تیم ملی شرکت می کنم. علی آقا هم هر تصمیمی گرفت بدون هیچ اعتراضی قبول خواهم کرد. نشریه که دو روز بعد منتشر شد، یکی از اعضای نشریه با علی پروین تماس گرفت و نظرش را پرسید. پروین گفت: مطلب شما و حرفهای سیروس را خواندم. جای او در اردو خالی است، ولی دمش گرم که به فکر بچه های زلزله زده است و همه جوره به آنها کمک می کند. سیروس قایقران از دهم تیر در تمرین شرکت کرد. او گل پیروزی بخش زیبا در نیمه نهایی بازی های آسیایی 1990 پکن را در وقت اضافه به کره جنوبی قدرتمند و مغرور زد و تیم ایران با ضربه های پنالتی در فینال کره شمالی را هم شکست داد و قهرمان شد. اگرچه سیروس حدود 3 ماه قبل از آن برای کمک به گروهی از بچه های زلزله زده حتی حاضر بود قید فوتبال و تیم ملی و بازی کردن در چین را بزند. قایقران در اوایل سال 1377 در حالی که همراه فرزند، همسر و برادر همسرش در اتومبیل خود از انزلی عازم تهران بود، در حوالی امامزاده هاشم با کامیون تصادف می کند که منجر به فوت وی و فرزندش شد. مرسی از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.